اصلا این صورتش رو نگاه میکنی انگار یه چیز خاصیه. بهش الان تو هم داری این حرفا رو میزنی، اصلا یکم ذهنت درگیر شده، اصلا مختصات های منو اصلا انگار یه گربستان داری میبینی که به مرور زمان تغییر کرده اومده توی دسته سکا قرار گرفته. شاید الان که داریم بهش زور میزنیم واقعا بتونیم اینو بگیم، ولی نمیدونم. زبون بنفشه المانایی که ازش قدیم بوده. اصلا چاوچاو یه نژاد قدیمی جدید چجوریه؟ 2000 خورده سالی نژاد قدمت تاریخی داره، از چین و مغولستان. یعنی بخوایم به جرئت بگیم یک سگ که این همه مدت قدمت داشته باشه، ریشه تاریخی داشته باشه، چاوچاو. برای همین خود من خیلی با احترام با این نژاد برخورد میکنم و اصلا یه جور عاشقشم. محمد واقعا دوست داشتنی، ریشه داره. اصلا نیما یه چیزایی بهم گفته نمیتونم با تو سلام علیکم کنم، ولی خب حالا میریم جلوتر. سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من محمد قادرپناه، امروز در خدمت نیما چاوشی عزیز، یکی از عاشقان، پرورش دهنده ها، دلباختگان چاوچاو، وارد کننده های حرفه‌ای چاوچاو هستن. آقا اصلا تو ایران هر کی چاوچاو میخواد اول باید بیاد ایشون براش عاشق ترش کنه روی این نژاد، بعدش اصلا این سگو بخره. نیما اول یه سلام علیکی، عرض ادب و احترام، معرفی که شما کردی، البته لطف داشتی به ما رو شرمنده کردی. دورت بگردم. من عاشق نژاد چاوچاو هم، محمد یکم باش سوسوه، بریم ببینیم میتونیم با هم دیگه حل و فصلش کنیم، محمد هم عاشق نژاد چاوچاو بشه یا نه. من مشکلم اینه که چرا بد اخلاقم بابا؟ تمامه، یعنی میتونم بگم 80% کیسایی که از نژاد چاوچاو میان سراغ من این موضوع دارن که آقا سگ من بد اخلاقم، آقا سگ من حمله کرده. یه دو سه تا نکته هست، مثلا یک، مثلا 70-80% از همین بد اخلاقا من موضوع میبینم که تو خانواده خودشون سگ کاملا اوکیه، با همه اوکی هم، با مامان بابا بچه های خونن همه اوکی، اصلا عالی، اینه گربه ملوس و خوب. ولی یه غریبه که اینه گربه ملوس و خوب. ولی یه نفری که اضافه میشه حالشون دگرگون میشه، اصلا میخواد جر بده یارو. دقیقاً دایره روابط چاوچاو خیلی بسته است محمد. یعنی چی؟ یعنی که این سگ به قولی گفتنی، به اصطلاح حالا دوستان حرفه‌ای که توی مربیگری هستن، یعنی تک صاحبه هست. یه سگیه که نمیتونه افراد بسیار زیادی رو بپذیره و باهاشون وقت بگذاره. برای خانواده 3-4 نفره خیلی نژاد عالی، حتی جونش هم میده، خیلی با بچه‌هام رابطه خوبی داره اگه تو دایره همون جزء صاحبینش محسوب بشن. ولی یه ذره که این دایره بخواد گسترده‌تر بشه، چاوچاو نه اعصابش می‌کشه نه حوصله‌اش میکشه، خودش رو مثل یه گربه لوس میکنه و میره یه گوشه و فاصله میگیره. اگر هم میخوان زیادی اذیتش کنن، اونم یکم اذیتشون میکنه. چاوچاو برای همین برای من نژاد خیلی جذابیه، یه سگ پر از غرور، پر از ابهت. وقتی نگاش میکنم، من به ریشه تاریخی این سگ نگاه میکنم، لذت میبرم. به نظر من هر چاوچاوی که نگاهش میکنی باید برگردی به 2000 سال قبل، داستان‌هایی که پشت این نژاد بوده، افسانه‌هایی که از این نژاد نوشتن، داستان‌ها و قصه‌های بسیار زیادی توی فرهنگ چین هست که در خصوص چاوچاو. یه روایتی هم هست که این نژادها برای مغول‌ها بودن، وقتی لشکرکشی کردن توی چین جای گذاشتن این نژاد، و یواش یواش بعد میره به امپراتوری انگلستان هدیه داده میشه و از اونجا صورت‌های متفاوتی از این نژاد میاد. یه نکته خیلی جالب بگم، دیدی این کاخ و قلعه های چینی و امپراتوری هاشون رو؟ دیدی یه سری مجسمه های خپل و بامزه هست؟ آره. اونا چاوچاو بوده. جدی؟ بله، این نژاد چاوچاو بوده که به عنوان سکای نگهبان اینا استفاده میکردن. قد و قامت کوچیکتر، خپلتر و یکم قیافه متفاوته. میدونی منظورم چی؟ این خیلی عشقه، خیلی ابهت داره. واقعا پشتش داستان های خیلی زیادیه. بعد کراس برید شده یواش یواش، صورت فلت، سوپر فلت که دیگه البته حذف شد از استانداردهای جهانی، بله، به خاطر مشکلات تنفسی بسیار زیادی داشتن و مشکلات چشمی و چروکای خیلی صورتشون زیاد بود. این نژاد، این سبک از صورت تقریبا حذف شده و دیگه به خاطر سلامت خود این نژاد اون لاین رو پرورش نمیدن، البته پرورش دهنده حرفه‌ای. ولی متاسفانه یه چیزی بهت بگم، دیدی یه سری از چاوچاو صورت خیلی خفنی دارن؟ آره. نگاه میکنی صورتش برات غیر عادیه. آره. اصلا ماسیفای آویزون. آره. میدونی این داستانش چیه؟ داخلش یه کوچولو شارپی ریختن. یه کار بسیار بد. یک کاری که اومدن از شارپی کمک گرفتن، از شارپی داخل این نژاد، برای اینکه بیان به یه صورت
مشتری پسندتری برسن و متاسفانه عمر بسیار کوتاه‌تر، مشکلات ژنتیکی. این پرورش دهنده ها هستن که واقعا باید حذف شد. یعنی تو دنیا ها این واقعا یعنی میان یه کاری میکنن اصلا حیوان میتره که حیوان از بین میره. چرا؟ فقط به خاطر پول. بخاطر ببین الان اینجا یه عکس چاوچاو که نمادی خودم این پوزه داره. یه پوزه استاندارد داره. ولی یه سری به ما مراجعه میکنن میگن صورت میخوایم فلت فلت فلت. اصلا اون سبک غلطه. این یه استانداردی داره چاوچاو. حالا این گربستانی هم که من یکم بالات شوخی و جدی ولی میتونه جدی هم باشه، اول ویدیو با هم دیگه بحث کردیم، بحث همین قدمتیه که داریم میرسیم به چاوچاو. از 2000 خورده ای سال همه فکر میکردن اون نمادهای مجسمه‌ای که ساخته میشه بیشتر حالت ببر اصلا همه هم میگن شبیه شیره. اصلا دقیقاً زبون بنر استایلش پنجه‌های خیلی صاف. آره. اون غرورش اگه خودت ببینی یه گوشه میشینه کج نگاه میکنه یه حالت خیلی این به خاطر ریشه تاریخی که این نژاد داره و واقعا به نظر من فوق العاده است. یه مسئله هم وجود داره، این قضیه رو که قبول داری، ژنتیک، بله، رفتار، بله، از مادر به فرزند میرسه. چاوچاو سگیه که اگر میخواییم پرورش بدین باید با عشق پرورش بدین، نباید بذارینش داخل کنل رهاش بکنی و زمانی که وقت جفتگیریش رسید تازه بری سراغش، تازه رسیدگی. این بچه رو باید انقدر بهش با عشق تو 12 ماه سال برسی، تازه زمانی که قرار جفت بخوره با عشق جفت بخوره، صاحبش بالا سرش باشه، یک سگی بدون استرس باشه که بتونه از لحاظ روحی و روانی و عاطفی و جسمانی این قضیه رو به توله خودش هم انتقال بده. برای همین اکثر توله هایی که ما داریم میبینیم حاصل پرورش سنتی هستن و دچار اختلالات ژنتیکی و رفتاری هستن. اون بحثی هست که اذیت میکنی. اگه یادت باشه چند وقت پیش یه سگ چاوچاو بود که یلا، بله، گفتی به نظر من از نظر رفتاری خیلی سگ خوبیه. اون به خاطر اینکه پرورش دهنده که واسش وقت گذاشته یه پرورش دهنده هوم بریدر خیلی قوی این نژاد با عشق چند تا قلاده‌اشو تو خونه نگه می‌داره و هر سگی که حالا از اون کنل وارد ایران میشه دوستان ما هم میگیرن سگایی هستن که معمولاً رفتار ملوس‌تر و زیباتر دارن. من اصلا بچه‌ها اینو بهتون میگم واقعا چاوچاوایی که مثلا میان بعضیاشون برای پیش من برای آموزش، اوناییشون که مهربونن، اوناییشون که مثلا رفتار خوب دارن، حالا بنا به هر دلیلی، ژنتیک خوب، پرورش درست حسابی، اصلا به هر دلیل، بعضیشون هم واقعا خیلی خوش اخلاقه، یعنی همه کار توی جامعه اصلا عالی، اصلا اونو میبینی عاشق اون نژاد میشه. ولی پرخاشگرشو میبینی بعد پرخاشگرشو تا میبینی آدم میگه نه بس بهتم بگم. آره. مستعد پرخاشگری هم، حتی همون مهربونام هستن مستعدن. من فقط تنها مشکلم با این نژاد این موضوعه و اینا واقعا یک نژاد دوست داشتنی جذاب. نیما بهمون یکم از بیماری هایی که میتونن داشته باشن و توشون مستعده بهمون میگی. اولا بیماری پوستی با چاوچاو رفیقه. اگر به پوست و موی چاوچاو خوب رسیدگی نکنی قطعا تو سنین بالاتر دچار جرب پوستی میشن. حتما وقتی حموم میبرن باید حسابی خشک کنن این سگو، حسابی باید رعایت بکنن. چشم گیلاسی دوم، پلک سوم و مشکلات دیسپلاژی و لگن هست که البته در پرورش های اصولی و درست که در پدر مادر این مشکل ها نبوده، البته پوستو نمیشه کاریش کرد چون پوست چاوچاو معمولا دو تا تیپ متفاوت داره که خیلی خاصه. اگر بیان از مولدینی کمک بگیرن که مشکلات ژنتیکی کمتری دارن و تقریبا ندارن این قضیه به طوله ها سرایت میکنه. ولی متاسفانه چون پرورش و گاهن خیلی سرسری میگیرن و همینجوری هر نر و ماده رو با هم جفت میزنن بدون اینکه چکاپ پزشکی بشن یا شجره اصولی در دسترس باشه، پیش میاد که 40 تا 50 درصد طولهایی که توی بازار هستن بعدن که بزرگتر میشن دچار یه سری مشکلات خاص میشن. یه سوال دیگه، نژاد پامرانیان رو فکر کنم نباید با ماشین اصلاح کرد؟ نه، درسته؟ بنده. چون که مثل اینکه دیگه آلوپاشی میشه. چاوچاو هم همین داستانه. چاوچاو هم همین. میخواستم اینو سوال بپرسم. پس اگر چاوچاو دارید یا قصد خرید چاوچاو دارید این موضوع حتما تو ذهنتون باشه، هیچ وقت نباید با موزه قیچی کنن، کات کنن تا یه حد خیلی اصلاح. قیچی کوتاه تا چون یال بلند و قشنگم داره میخوام ببرم بدنو کوتاه میکنن، یالو میذارن شبیه شیر بشه ولی بعدش میام میبینن که ایون دچار بیماری آلوپشی شده. یه نکته دیگه در خصوص چاوچاو بگم. چقدر شنیدی چاوچاو مینی؟ خیلی جدیده. اصلا یعنی چی؟ چاوچاوی مینی یعنی چی؟ نیست یعنی؟ اصلا وجود نداره همچین کلمه. بازی با کلمات. ببین این نژاد میشه 17-18 کیلو تا 24-5 کیلو. گاهن تو قول پیکرهای خودش تا 34-5 کیلو 40 کیلو هم میرسه. بله. که جاینتر و سایز بزرگتر هست. اصلا یه چیز خیلی زیباتری هم هست به نظر من.
ولی میان اینا همون 17 18 کیلوه نسبت به اون قولپیکرا در نظر میگیرن، به طرف میگن میشه مینی، میشه انقدر بزرگ بشه انقدر. خب یعنی چی این حرف؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چون سایز درشتی میگیره میترسن واقعیت رو بگن. اصلا ما چیزی به شما دیدین یه سگ چاوچای دو ساله انقدی؟ همشون دیگه مینیمم اندازه دو تا کاشوش 17 18 کیلو. اصلا چیزی به نام چاوچای مینی ما نداریم. لطفاً این قضیه رو خیلی دوست دارم که ببینم و رعایت بشه که همکارای ما هم رعایت کنن، نگن چاوچای مینی. چاوچاو تو چند تا رنگ تقریبا؟ چاوچاو رنگ بندی متفاوتی داره. یه رنگ بلو داریم ما از چاوچاو، یه رنگ توسیه که توسیه خیلی دودی رنگ دودی. خیلی خاصه. یه رنگ مشکی داریم ما، مشکی داریم. یه رنگ سفید تو تیپ کرم، روز گولد، ریر، رنگای روشن‌تر و یه رنگ قهوه‌ای واسه خودش داره که این قهوه‌ای خودش تیپنده متفاوتی داره. از دارک تا لایت که دیگه رده و به اصطلاح گفتنی پرتغالی روشن که بین اینا هم هستن دیگه. چاوچای پاندایی هم نداریم، میان برمیدارن کلشو مشکی میکنن، گوششو مشکی میکنن. اصلا این کار خیلی زیاد من دیدم که یه سریا چی شد من نشد. ببین این سگ خیلی گرد و قلمبه، طولش شبیه پاندا، سفیدا رو میان توی چین برای زیبایی میومدن، این رنگایی که هست که میزنن به سگو انجام میدن. این اصطلاح اومد جا افتاد تو ایران و متاسفانه دیدیم که سوء استفاده شد. چند نفر اومدن چاوچاو رو رنگ کردن، حالت پاندا کردن و به عنوان پاندایی فروختن. بعد یه مدت به قول خانوما خوب میدن ریشه زد یکی انقدر. نه بعد این کارا رو بکنیم دیگه. این چند تا چیزی بود که در خصوص چاوچاو بود. اگر چیز خاصی درباره نژاد مورد علاقت میخوای به بچه‌ها بگی بگو. و چند تا چیز به درد آیا همه افراد میخوره؟ به چون بیشتر چه افرادی باید چاوچاو بخرن؟ بیشتر افرادی باید چاوچاو بگیرن که خودشون هم دوست دارن خیلی روابط محدودتری داشته باشن، اهل خیلی بروبیا و رفت آمد نیستن، دوست دارن یه سگی داشته باشن که فقط برای خودشون حمایت کامل رو انجام بده اون سگ و با دیگران خیلی انتیم و به قولی گفتنی رفیق نباشه. این برای این سگا مورد، برای کسی هم که بچه خیلی کوچیک دارن من این نژاد رو توصیه نمی کنم. از 7 8 سالگی به بعد بچه شکل بگیره. اوکی، دم شما گرم. مرسی که حقیقت رو گفتی و امیدوارم به روزی برسیم که این اتفاق بیزنسی خیلی کمتر باشه. نه یان به قول نیما چاوچاو با شارپی جفت کنن، نمیدونم گوشش رو رنگ کنن، پاندایش کنن و این داستان ها. چاوچاو واقعا میتونم بگم به نظر من زیباترین توله ها مخصوص چاوچاو واقعا این یه قلمبه خوردنی. یه نکته دیگه هم بگم، زبون چاوچاو میگم بعد بنفش باشه. چرا؟ به خاطر حالا حالتی که شارپی هم اینجوریه. ولی یه چیزی بهتون بگم، میتونه زبون چاوچاو بنفش نباشه، میتونه سفید باشه. اصلا روی این قضیه زیاد سخت. سفید یعنی استاندارد. اوکی، استاندارد مشکل نیست. چیز رد شده نیست. آها، پس اگر سفید چاوچاوی رنگ زبونش رنگ عادی بود اوکیه. اگه بقیه استانداردا رو داشت اوکی. حتما رو زبون بنفش و ارغوانی فوکوس نکنه. اینم من نمیدونستم. مرسی از اطلاعات خوبی که با ما درباره نژاد خفن چاو دادی. ممنون. خیلی خوشگله عزیزی. دمت گرم. ان شاء الله یه روز خودشو میارم. ان شاء الله. مرسی از شما. مخلصم.